سلام، اسم من نازنینه. امروز میخوام براتون یه قصه بگم به اسم نخهای رنگی گوزن خاتون. مادر بزرگ سوزنش رو از توی پارچه در آورد و گفت این دیگه آخرین کوکه، و دوباره سوزن رو کرد توی پارچه و در آورد. بعد نخهای اضافه رو قیچی کرد. اون وقت پیراهن رو گرفت جلوی چشمای گلاب. روی اون پیراهن زرشکی گوزنی با نخهای طلایی و مشکی و نقره‌ای و سبز و زرد گلدوزی شده بود. گلاب دستای کوچولوشو کشید روی نیمتنه بالایی پیراهن، همونجا که گوز با شاخهای کوچیک طلایی و تاج سبز و نقره‌ای و زنگوله زردش دوخته شده بود. بعد گفت اسمشو میذارم گوزن خاتون. و درست همون موقع گوزن خاتون چشماشو باز کرد. گلاب پیراهنشو تنش کرد و رفت جلوی آینه. گوزن خاتون پارچه زرشکی پیراهن که دوروبرش میدرخشید و نگاه کرد. بعد چشمای نخیشو چند بار باز و بسته کرد و گفت چقدر همه جا برق میزنه. گلاب گفت اینجا خونه توه و منم همیشه مراقبت هستم. و اونا بهترین دوستای هم شدن. یه روز گلاب پیراهن زرشکیش رو پوشید و رفت تو جنگل. داشت برای خودش آواز میخوند و راه میرفت که چند تا گوزن از کنارش رد شدن. چشمای نخی گوزن خاتون دروش شد و گفت اینا چقدر شبیه من بودن. گلاب شاخهای طلایی گوزن خاتون رو ناز کرد و گفت خب چون اینا هم گوزن هستن، گوزنهای واقعی. گوزن خاتون تکونی خورد. زنگوله زردش جیرینگ جیرینگ صدا کرد. پرسید خب یعنی تو جنگل چیکار میکنن؟ گلاب دست کشید روی دامن زرشکی برق برقش و گفت با هم غذا میخورن، با هم میخوابن، بین گلاب و درخت ها بازی میکنن. باد پیچید لابلای دخای تن گوزن خاتون و یهو پیراهن زرشکی برق برقی به نظرش کوچیک و تنگ اومد. بعد صداشو برد بالا و گفت یعنی من قرار همیشه تو این یه ذره جا بمونم؟ هیچ وقت تو جنگل زندگی نکنم؟ فقط و فقط یه گوزن نخی باشم روی این پیراهن؟ و زد زیر گریه. از این روز به بعد گوزن خاتون فقط به جنگل فکر میکرد و روز به روز غمگین تر شد. اونقدر غمگین که نزدیک بود نخاش پاره بشه و از بین بره. تا اینکه یه روز مادر بزرگ گلابو صدا کرد. بعد دستی روی گوزن خاتون کشید و گفت ببین من میتونم کاری کنم که بری تو جنگل. اما اگه یه روز خواستی یه گوزن واقعی بشی باید نخاتو پاره کنی و یادت باشه که اون موقع دیگه نمیتونی برگردی توی خونه پیراهنیت. این رو گفت و گوزن خاتون رو از توی پیراهن در آورد. اون شد که گوزن خاتون رنگی گلدوزی شده درست همقد و قواره گوزنهای دیگه شد. آفتاب افتاده بود روی علفا. چند تا گوزن سفید کله هاشون رو برده بودن بین بوته ها و داشتن تمشک میخوردن و بوی چوب تو همه جای جنگل پیچیده بود. گوزن خاتون اونقدر هیجان زده شد که بدون خداحافظی دوید توی جنگل. اون بهار و تابستون رو اونجا با خوشی گذروند، ولی همیشه مراقب بود نخهای رنگیش پاره نشد. تا اینکه آخرای تابستون یه شب صدای زوزه‌ای شنید. یه گله گرگ اومده بودن توی جنگل. گوزنای دیگه فرار کردن و اونم دنبالشون دوید. گوزنا توی تاریکی شب و سرما از یک صخره بلند بالا رفتن. بالای صخره که رسیدن کمی از نخهای گوزن خاتون پاره شده بود. بعد از اون کم کم فهمید که زندگی تو جنگل هیچ آسون نیست و پیدا کردن غذا و ترس از شکار شدن اونقدر خستش کرد که تصمیم گرفت برگرده توی همون پیراهن زرشکی امنش. نزدیک خونه که شد پیراهن رو روی بند رخت دید. ایستاد و مدتی نگاش کرد. اون خونه امن فقط یه پیراهن کوچیک بود که حتی دیگه نمی درخشید. بعد کلش رو چرخون طرف جنگل. بوی درخت ها و تمشک ها و علف های تازه همه جا پیچیده بود و صدای سم گوزن های دیگه که توی دشت ها می دویدن. فردای اون روز گلاب و مادر بزرگ روی نرده های کنار خونه یه عالمه نخهای رنگی پیدا کردن. مادر بزرگ گفت فکر کنم گوزن خاتون با گوزنهای دیگه رفت. شاید یه جایی گرمتر. خب اینم از داستان امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی شب و روزتون خوش.